رنج یک فیلسوف دفاعیه‌ای برای احسان طبری. انگیزه من از این صحبت در دفاع از احسان طبری یک انگیزه اخلاقی است در وهله اول. احسان طبری یک روشنفکر و یک فیلسوف بود که با مشی حزب دائر بر دفاع از آیت الله خمینی و ساختار جمهوری اسلامی درونن موافق نبود و از اون رنج میکشید و دست کم یک مواقعی که بیشتر آشکار شد که یه فاجعه‌ای در حال تکوینه، این رو حس کرد که راه درست‌تر دفاع از لیبرال ها بود به جای دفاع از ساختار جمهوری اسلامی با آن صورتی که همه دیدیم. میخواستم بگم که طبری مظلوم بود، مورد ستم واقع شد، زیر شکنجه و فشار شدید و در زندان. نه تنها او، هر کس دیگری که صحبتهایی کرده به سود جمهوری اسلامی فاقد اعتباره. و چیزی هم که به نام کجراهی او در زندان نوشت پشیزی ارزش نداره. و او به نظر من روشنفکری بود، فیلسوفی بود که به جنبش روشنفکری تعلق داره و در برابر ستمی که به عنوان یک اینتلکتوئل به او شد باید از او دفاع کرد و این یک وظیفه اخلاقی است. حالا یه چیزی دفعتاً به خاطرم اومد، یک قیاس معالفارقی من بکنم که مارکس در مقدمه‌ای که بر کاپیتال، بر چاپ کاپیتال، کاپیتالی که در 1883 چاپ شد، مقدمه‌ای نوشت و در اون مقدمه مارکس میگه که، یعنی از هگل دفاع میکنه و خودش میگه که من 30 سال قبل یا 40 سال قبل من هگل رو رد کردم، ولی اکنون در برابر این روشنفکرانی که تو کافه های برلین می نشینن و به اصطلاح مثل آب خوردن، حالا مد شده، رد شده، هگل رو رد می کنن، در برابر اون می خواهم از هگل دفاع بکنم و بگم که من که تئوری ها استدلال هایی رو که در تئوری های ارزش اضافی بیان کردم زیر تأثیر، از نظر استدلالی زیر تأثیر استدلال های زیبایی شناسانه هگل بود. یعنی خودش میگه کوکت، کوکتیش یعنی این استدلال های تنازانه هگل. و به این صورت میگه حالا اون هگل رو که حالا رد شده تو کافه میشینن و میبرن بالای خلاصه دار و به دار میکشن روشن فکر اونو، وظیفه اخلاقیش میدونه مارکس که از اون دفاع بکنه. این البته قیاس معلوارق بود، فقط یادم اومد که اون برای تأکید بر جنبه اخلاقیش این رو عرض کنم، دفعتاً به خاطرم اومد. علاوه بر این جنبه
اخلاقی دو تا نکته رو هم میخوام از نظر استدلالی بگم که طبری یعنی در اینکه وقتی میگم به جنبش روشنفکری ما تعلق داره و همه اون چیزی که در بازداشت و در زندان اتفاق میفته فاقد ارزشه. دو تا چیز رو نقل میکنم. یکی این که یک بار در کرج یک جلسه ای بوده، یک نشستی بوده، پرسش پاسخی بوده، چیزی از این قبیل، که در اونجا شاید سال 59 بوده، شاید اواخرش بوده، یا ایناش خیلی دقیق خاطرم نیست، ولی در اون نشست یک جوانی هم اونجا بوده، احتمال قوی جوان بوده، و برای اینکه کسی بوده که به اصطلاح جزء حزب نبوده و جزء سازمانی بوده که برای سازمانش یک گزارشی نوشته از اون جلسه، و در اون نقل میکنه که اونجا احسان طبری بیان میکنه که این اظهار تردید شدیدی میکنه نسبت به مشی حزب در دفاع از آیت الله خمینی و مشی آنچنانی که میشناسیم مشی حزب، و میگه که این امکان داره این مش حزب رو به نابودی بکشونه. این اظهار نظر هم میکنه و مضمونن میگه که راه درست در دفاع از یعنی نزدیکی به لیبرال ها بوده راه درست در چیز برای حزب. این چیزیه که در اونجا نقل میکنه، و این گزارش که روی یکی دو صفحه کاغذ کاهی بود و به اصطلاح زیر میزی به دست من رسید توسط یک دوستی، چون اینجور چیزها رو که به اصطلاح اون سازمان مطبوع اون شخص که بهش گزارش شده بود، خب اینا رو در اختیار دیگران نمیگذاشتند یا منتشر نمیکردند از همچنین. این یه چیزیه که در مورد طبری باید حتما بهش اشاره کرد. یکی هم بعد از مصاحبه تلویزیونی معروف که با نمیدونم آیت الله مصباح، که اون وقت مسیح حجت الاسلام مصباح بوده، با دکتر سروش اون مصاحبه رو میکنه، در مصاحبه یعنی تلویزیون پخش میکنه، 4-5 نفر بودن و در حقیقت اون فقط یه صورت چیزی داشته، دیالوگ آزاد داشته، و در حقیقت اون زیر باتوم جمهوری اسلامی بوده، زیر باتوم ایدئولوژی حاکم اونا انجام میشه، و اینا آدمی مثل طبری که ضمناً زیر سیطره مشی حزب هم بوده نمیتونسته در اونجا آزاد حرف بزنه، و این رنج محکومیتی که از پیش معلوم بوده به سود یک ایدئولوژی حاکم بوده در اون مصاحبه، بعد از اون مصاحبه این رنجش رو در یک شعری که میگه نشون میده، شعر قشنگ و زیبایی هم از تا اونجا که یادمه، و دور در روزنامه مردم چاپ میشه، شاید همون روزها همون یکی دو هفته بعد از اون مصاحبه احتمال قوی بوده که اون چاپ میشه، و به نظرم شعر زیبایی هم بود، و اون رنجش رو نشون میده که چجور حتی اون مصاحبات زیر سیطره ایدئولوژی حاکم به هر حال صورت میگرفته، و فاتحین این دیالوگ در حقیقت که آقایان سروش جوان و آیت الله مصباح جوان بودن، این رنج رو اونجا بیان میکنه. حالا چرا این رو طبری خب
ممکنه کسی بگه خب میتونست اعتراض بکنه به مشه حزب، میتونست بیاد بیان بکنه این رنجشو، ولی باید در موقعیت افراد به هر حال در اون موقعیت زمانی مکانی که درش قرار دارن آدم ها رو داوری کنه و همه به یک اعتبار به یک میزان نمیتونن به اصطلاح به یک چیزی اعتراض بکنن، ولی درونن آنچه مسلمه با این فاکتایی که عرض کردم او حس کرده بود که با این مشی غلط در مسیر نابودی است، این رو حس کرده بود و خب طبیعتاً تبری کسی بود که از باخ میتونست لذت ببره، این یه واقعیتیه و رنجی و ستمی رو که در حق او روا شده باید شناخت و نباید در رد این تحت عنوان مخالفت با حزب نمیشه این رنج ها رو ندیده گرفت و همصدا با توم ایدئولوژیک حکومت دینی از اصلاح طلبش داییم، چون به هر حال اصلاح طلب ها منتفع بودن از این و از خود این که به عنوان اینا فاتح این مبارزه ایدئولوژیک بودن به اندازه کافی اینو نشون میده، یعنی وقتی که باید توجه کرد که یک بار در یک خانه ای در یک خانه اینجور که خود دکتر سروش نقل کرده در یک خانه ای میبرن از زندان تبری رو داغان شده بیمار خورد شده میبرن به یک خانه ای از همین وابستگانی به جمهوری اسلامی که خانه های اونها هم به قول آلمانیا فرلنگت آرم اون زندان بوده، یعنی اون بازوی گسترش یافته اون زندان بوده، میبرن اونجا و در اون صاحب دکتر سروش رو هم میبرن که به اصطلاح یک بار دیگر فاتح یک دیالوگ دیگری با این فیلسوف خسته فیلسوف شکنجه دیده و ستم دیده قرار بگیره، یعنی این که عرض می کنم با یک انگیزه اخلاقی این چیز رو عرض می کنم و این دفاع از احسان طبری در حقیقت یه دفاع حقوق بشریه، یه دفاع انسانیه، یه دفاعی از موضع جنبش روشنفکری هم به نظرم هست.